سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چطوری ویدیو رو آپلود بکنید. ببینید، آپلود علکی ویدیو توی یوتیوب به درد نمیخوره. اگه میخواین بازدید بگیرین باید یه سری قواعد و قوانین رو رعایت بکنین. پس امروز قراره با رعایت کردن اون قواعد یه ویدیو آپلود بکنیم و بهتون بگم چطوری واسه ویدیوتون تگ بزنین، چطوری تیتر بزنین، اگه میتونین تامنیل درست کنین که خب تامنیل درست میکنین، اگه نمیتونین چطوری از تامنیل های بقیه استفاده کنین و همه این موارد. خیلی خب، بریم سراغ کار امروزمون. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو یالی همه تنظیم کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. در ضمن ویدیوهای قبلی رو به هیچ شما فراموش نکنین. با استفاده از همین ویدیوهای قبلی میتونین از یوتیوب درآمد به شدت خوبی داشته باشید. خیلی خب، بریم سراغ کار امروزمون. ببینید، من به عنوان مثال میام این کانالم رو باز میکنم. قبلا بهتون گفتم دیگه چطوری از طریق گوشی و سیستم وارد یوتیوب استودیو بشین، چطوری کانال بسازین و واردش بشین. خیلی خب، حالا ما این ویدیو ساختیم، میخوایم اولین ویدیومون رو آپلود بکنیم، حالا چه اولین باشه چه هزارمی باشه. وارد این صفحه یوتیوب استودیو که شدین، شما اگه روی این گزینه فلش بالا کلیک بکنین میتونین یه ویدیو آپلود بکنین. روی گزینه انتخاب فایل کلیک میکنین، حالا اگه توی گوشیتون باشین وارد گالریتون میشین دیگه، میایین یه ویدیو رو انتخاب میکنین و آپلودش میکنین. به عنوان مثال من یکی از ویدیوهای کانال دومم رو آپلود بکنم. خیلی خوب، من اومدم این ویدیو رو انتخاب کردم و الان داره واسه من آپلود میکنه. ببینید، اینجا یه سری گزینه‌ها وجود داره. یه تیتر و متنی نوشته. این تیتر و متن از کجا میاد؟ من توی آموزش‌های قبلی بهتون گفته بودم شما میتونید به صورت پیش‌فرض یه تیتر و متنی واسه همه ویدیوهاتون انتخاب بکنید که توی تمام ویدیوها بیاد از اینا استفاده بکنه. مثلا تیترش همون باشه، توضیحاتش همون باشه. اگه بیایم پایین‌تر یه سری تگ ها، ببینید یه سری تگ ها به صورت پیش فرض گذاشته میشه و بقیه مواردش. خب 100% شما نباید از یه تیتر یکسان استفاده بکنین. بیاین دلیلش هم بهتون نشون بدم. ببینید، من توی این ویدیو نوشتم مثلا احمق ها تو ماشین پارت 1، ببینید نمبر 1. خب این پارت اولشه. من توی این کانال 30 تا ویدیو آپلود کردم. ببینید دوستان، من توی این کانال 30 تا ویدیو آپلود کردم در حالی که یه دونه سابسکرایب بیشتر نیاورد واسه من. چرا بیشتر از یه دونه سابسکرایب نیاورد؟ چون من تیتر و توضیحات و اصلا سئو درست حسابی که انجام نداده بودم. ببینید اینجا زده 2 تا سابسکرایب، یکیش که خودم هم، یه نفر دیگه هم نمیدونم کی اومده اینو سابسکرایب کرده، یه دونه کامنت هم گذاشته بود. خیلی خب، اگه بیام وارد محتوا بشم، ببینید من اینجا ویدیوهای زیادی آپلود کردم. ببینید این همه من ویدیو آپلود کردم، همشون 4 تا ویو، 2 تا ویو، 2 تا ویو، اونم به خاطر اینه که تامنیلام خوب نیست. ببینید تامنیلام خوب نیست، همه تیترام یه شکله، تیترای مختلف امتحان نکردم، یعنی سئو کردن این کانالم کاملا ریده. پس به خاطر همینه که میگم همیشه ویدیوهاتون رو سئو بکنید. همچنین دقت بکنید تایم ویدیوهای من همش 3 دقیقه 3 دقیقه 3 دقیقه. حالا من یه دونه بیام پایینتر، ببینید یه ویدیو پایین بیام پایینتر، این ویدیو رو میبینید. این ویدیو رو دقت بکنید، یه تامنیل از یه جای دیگه کپی کردم، مثلا راجع به فوتبالیستای زنه، یه تامنیل از یه جای دیگه کپی کردم. با اینکه کانالم هیچ سابسکرایبی نداشت 718 تا بازدید گرفته بود، در حالی که ویدیو شورت هم نیست، تا ویدیو لانگه 1 دقیقه و 32 ثانیه است. خب این یکی که ویدیو شورت 3000 تا بازدید گرفته، این یکی رو نگاه کنین، این یکی هم ویدیو لانگه دیگه، از 1 دقیقه بیشتره، 111 تا بازدید گرفته، این یکی 91. خلاصه دارین میبینین دیگه انتخاب تامنیل مناسب میتونه چقدر تاثیر داشته باشه، انتخاب تیتر مناسب میتونه چقدر تاثیر داشته باشه. حالا تیتر و توضیحات و اینا رو چطوری مینویسیم؟ ببینید من بیام همین ویدیویی که الان آپلود کردم و باز کنم دوباره. اولین چیزی که شما توی یوتیوب انگلیسی باید رعایت بکنید، ببینید فارسی
حروف بزرگ و کوچیک نداره که توی نوشتن عادیش حروف بزرگ و کوچیک نداره، ولی توی انگلیسی شما سعی کنین همه کلماتتون رو با حروف بزرگ شروع بکنین. من نمیدونم این چه تأثیری داره، شاید اصلا یه چیز چرت و پرت باشه، شاید یه حرف چرت و پرت باشه، ولی همه دارن انجام میدن، شما هم انجام بدین. این قطعا تأثیر داره که همه یوتیوبرهای بزرگم دارن انجام میدن، باعث میشه تیتر شما بیشتر توی چشم بیاد. پس اولین مورد این که اولین حرف همه کلمات رو از حروف بزرگ استفاده کنین، مثل همین. مورد بعدی این که سعی کنین تیترتون کوتاه باشه، لو ندین توی تیتر این ویدیو چیه. ببینیم، من وقتی ویدیو میذارم مجبورم به شما لو بدم که ویدیو راجبه چیه، چون کسی که مثلا توی یوتیوب میاد سرچ میکنه آموزش آپلود کردن ویدیو توی یوتیوب، من باید توی تیتر بهش لو بدم که قراره چی کار بکنم دیگه. ولی شما توی حوزه یوتیوب انگلیسی اصلا نباید لو بدین توی ویدیو قراره چی کار بکنین. اگه دارین موضوع لو میدین، یه جورایی گنگ باشه، یه جورایی مخفی باشه. امیدوارم متوجه شده باشین. مثلا شما میخواین یه ماشین اسباب بازی رو درست بکنین، بنویسین فراریم رو درست کردم، فراریم آتیش گرفته بود درست کردم. ببینید، به خاطر اون تیتر طرف کلیک میکنه روی ویدیو شما. خیلی خب، پس این از تیتر. ولی مهمتر از تیتر تامنیله. شما تامنیل رو از کجا میتونین بیارین؟ خب من الان مثلا یه ویدیو ساختم راجع به فوتبال زنان، میخوام یه تامنیل خوب پیدا بکنم واسه این ویدیو قرار بدم. خب 100% شما دارین از گوشی استفاده میکنین یا حالا از کامپیوتر هم دارین استفاده میکنین، تخصص خاصی ندارین که بخواین تامنیل طراحی بکنین. پس من چیکار میکنم؟ میام وارد یوتیوب میشم، مثلا سرچ میکنم زیباترین زنان فوتبالیست. خب الان روی همین موضوع کلیک میکنم، بیاد این موضوع واسه من بیاره. خب همونطور که میبینین یه سری ویدیوها آورده که بازدیدهای زیادی هم خوردن. خب مثلا تو این ویدیو آلیشال من و اینا رو قرار داده. ببینید، از همین تیترام میتونین استفاده کنین. بیاین ببینین ویدیوهای دیگه چه تیتری دارن، چه تگ هایی دارن که حالا جلوتر بهتون میگم، از همینا استفاده کنین. خب من میام یه تامنیل جذاب انتخاب میکنم، ببینم تامنیل جذاب چی داریم اینجا. یه تامنیلی که تو چشم بزنه. ببینید، قرار نیستش مثلا طرف لخ باشه، یه تامنیلی که تو چشم بزنه. ببینید، بین این همه تامنیل مثلا این قرمزه خیلی تو چشم میزنه، چون یه رنگ خیلی گرمیه. یا این زرده، ببینید همینطور که دارین رد میشین این زرده میزنه توی چشم. یا اگه بیایم پایینتر یه چیز بهترم میتونیم پیدا کنیم. خب حالا برفرض من میخوام این تامنیل رو بردارم واسه خودم، چیکار میکنم؟ روی این ویدیو کلیک میکنم، وارد ویدیو میشم دیگه. خب ویدیو رو بزنم پخش نشه. خیلی خب، من اینجا لینکش رو کپی میکنم، میام توی گوگل چی مینویسم؟ یوتیوب تامنیل. ببینید، من همون یوتیوب تی رو بزنم، خودش میاره یوتیوب تامنیل، روش کلیک میکنم و وارد سایت هایی میشم که میتونم ازشون تامنیل دریافت بکنم. لینک ویدیوها رو اونجا قرار میدم و همون تامنیل ها رو ازشون تحویل میگیرم. خیلی خب، همونطور که میبینید سایت های زیادی الان به من نشون داده، من میام وارد یکی از این سایت ها میشم، مثلا همین سایت اول. خیلی خب، وارد سایت که شدم میام لینک همون ویدیو رو اینجا قرار میدم، روی گزینه گت کلیک میکنم. ببینید الان همونو واسه من میاره، ببینید همون تامنیل رو الان واسه من آورده. میتونم تامنیل رو از همینجا کپی بکنم و بیام روی ویدیو خودم قرار بدم. خیلی خب، من اینو سیو میکنم. ببینید اینو سیو کردم. البته دقت کنید تامنیلی که کپی میکنین مورددار نباشه، این مورددار نیست چون چیز خاصی نداره، ولی تامنیلی که کپی میکنین حتما با قوانین بخونه. خیلی خب، من میام تامنیلمو اینجا وارد میکنم، روی گزینه بارگذاری تصویر اینجا کلیک میکنم و تامنیلم رو قرار میدم. این گزینه در صورتی واسه شما فعاله که شماره تلفنتون رو تایید کرده باشین. و در ضمن واسه ویدیوهای شورت نمیتونین از این بخش تامنیل قرار بدین. واسه ویدیوهای شورت قبلا گفتم چطوری تامنیل بزنین. خیلی خب، من تامنیلم هم قرار میدم، اینم از تامنیلم.
میام تو بخش بعدی. اینجا میتونم یه پلیلیست واسه خودم انتخاب کنم واسه این ویدیویی که ساختم و بگم آقا ویدیومو میخوام تو کدوم پلیلیست قرار بدم، مثلا توی هات اسپورت میخوام قرار بدم، یا اینکه نه اصلا یه فهرست پخش جدید بسازم، روی این گزینه کلیک بکنم بیام یه فهرست پخش جدید بسازم. حالا اینجا اسمشو وارد میکنین و روی گزینه ایجاد کردن میزنین. ببینید یه فهرست پخش جدیدم اینجا واسه من ساخت. اینجا توی هر پلیلیستی بخواین وارد کنین تیکشو میزنین و انتخابش میکنین. خیلی خب، در نهایت روی گزینه تمام کلیک میکنم میام سراغ بقیه موارد. اگه توی اون تنظیمات دو روز پیش زده باشیم به صورت پیشفرض که واسه کودکان تنظیم نشده باشه، اینجا این تیک خورده. اگه نزده باشین اینجا همیشه حتما باید بزنین نه، واسه کودکان تنظیم نشده. گزینه بعدی اگه بیایم پایین‌تر، اینجا تبلیغات ویژه پولیه که به دردمون نمیخوره. مثلا واسه این مورده که آقا شما از یه شرکت پولی دریافت کردین و دارین واسهش تبلیغات میکنین، که خب قطعا شما این کارو انجام ندادین و نمیتونین انجام بدین. گزینه بعدی گزینه فصل‌های خودکار، و حالا همین تیک خورده بذارین بمونه. این گزینه چیه؟ ببینید دیدین زیر بعضی از ویدیوها بخش بندی میشه، مثلا توی این تایملاینش میاد یه جا یه تیک خالی کرده، مثلا نوشته آموزش فلان، دوباره 2 دقیقه جلوتر یه متن دیگه نوشته. اونو اگه یوتیوب خودش بتونه به صورت خودکار تشخیص بده، میاد ویدیوتونو تقسیم بندی میکنه و بخش بندی میکنه. اگه خودتونم بخواین انجام بدین میتونین انجام بدین. به چه صورت میتونین این کارو بکنین؟ ببینین، میایین مثلا میزنین آقا توی توضیحات ویدیو میزنین 2.0.3. این یعنی چی؟ یعنی ثانیه 30 ویدیو من راجع به مثلا آلیشال منه. خب مثلا ثانیه 30 من راجع به آلیشال منه، پس یوتیوب میاد ثانیه 30 این ویدیو رو یه برچسب میزنه که راجع به این فوتبالیسته. یا مثلا میگین آقا نه، ثانیه 1.5 راجع به این فوتبالیسته. یا اگه خواستین میتونین بیان چند تا مورد دیگه هم اینجا اضافه بکنین. ببینید مثلا من اینجا میزنم 2.5 مثلا راجع به رونالدوه یا هر کی. خیلی خب، پس اینم از نحوه بخش بندی کردن ویدیو هاست. گزینه بعدی گزینه برچسب ها یا همون تگ هاست. من توی ویدیو دیروز پیروز بهتون گفتم که چطوری میتونین واسه ویدیو هاتون تگ بزنید، البته واسه کانال توضیح دادم ولی روشاش به همون صورته. خلاص اگه اون ویدیو را ندیدین میتونین بیاین از ویدیوهای قبلی اونو ببینید. ببینید یکیش این ویدیوه، من توی این ویدیو آموزش تگ زدن و اینا رو گفتم، تو این ویدیو هم توضیح دادم با این. حالا اگه وارد فهرستای پخش بشین، ما اینجا یه پلیلیستی داریم به اسم تکنیک های یوتیوب. ببینید آموزش و تکنیک های یوتیوب، بیاین وارد این پلیلیست بشین. چیزی نیست، 3 تا ویدیو کلن. این 3 تا ویدیو رو نگاه کنین که با بخش های پایه‌ای آشنا بشین. اما به هر حال، حالا اگه خواستین دوباره تگ بزنین، من الان واسهتون یه کوچولو توضیح میدم. شما میایین توی گوگل چی سرچ میکنین؟ یوتیوب اکستراکت تگ. این گزینه رو سرچ میکنین و میاد یه سری سایت ها بهتون نشون میده. مثلا وارد این سایت میشیم. خیلی خب، من میام وارد این سایت میشم، لینک همون ویدیویی که میخوام تگ هاشو وردارم وارد میکنم. ببینید مثلا من میخوام تگ های این ویدیو رو وردارم، اینجا میام لینکش رو کپی میکنم، میام لینک این ویدیو رو اینجا وارد میکنم، روی گزینه اکسترکت کلیک میکنم. ببینید تگ های اون ویدیو رو به من داد. روی این دکمه سلکت آل کلیک میکنم، بعد روی گزینه کپی کلیک میکنم و تگ هاش کپی میشه. خیلی خب، الان میام تگ ها رو اینجا وارد میکنم. حالا اگه با گوشی بودین دستتون رو نگه میدارین رو صفحه و گزینه پیست یا جایگذاری رو میزنین. خیلی خب، ما تگ ها رو هم کپی کردیم، ولی توی اون 3 تا ویدیو بهتون آموزش دادم چطوری تگ های بهتری پیدا بکنین، پس حتما باید اون 3 تا ویدیو رو ببینین. خیلی خب، تو گزینه بعدی زبان ویدیو رو اینا رو انتخاب میکنین. من همیشه فقط زبان ویدیو رو انتخاب میکنم، بقیهش اصلا مهم نیست، بقیهش رو نمیخواد کاری کنین. همون زبان ویدیو رو انتخاب بکنین یا انتخابم نکنین مهم نیستش، بالاخره از روی تیترتون تشخیص میده. خیلی خب، بقیه گزینه ها زیاد مهم نیستن، خیلی سریع میگم و رد میشیم. ببینید اینجا گفته جاسازی مجاز است، انتشار در فید اشتراک ها، این تیک ها رو بذاریم بمونه، اینا رو دست نزنید. اینجا گفته ریمیکس ویدیوتون مجاز باشه یا نه، مثلا کسی بتونه از ویدیوتون توی ویدیو خودش استفاده کنه، اینجا میتونین انتخاب کنین. من میگم مجاز نباشد.
دیگه بقیه مواردش مهم نیست. نظرات هم بذارین همین، نگه داشتن نظرات نامناسب بمونه. همین گزینه بهترین گزینه است. خیلی خب، روی گزینه بعدی کلیک میکنم، وارد بخش بعد میشم. اینجا ازم میپرسه که کارت آخر ویدیو میخوای نمایش بدی یا نه. اگه دقت کرده باشین، من آخر تمام ویدیوهام دو تا ویدیو پیشنهاد میدم به علاوه دکمه سابسکرایب. شما میتونین از این بخش اینو اضافه بکنید. ببینید وارد این بخش میشین، مثلا اینجا یه سری نمونه های آماده واسه تون آورده. مثلا من میخوام این نمونه رو انتخاب بکنم، میگم آقا دو تا ویدیو واسه من نمایش بده به علاوه لوگوی کانالم که میتونین سابسکرایب بکنید. خب حالا از این بخش شما میتونین این کارت ها رو عوض بکنین. مثلا اینجا گفته بهترین ویدیو واسه بیننده نمایش داده بشه، من میتونم بزنم نه انتخاب ویدیو خاص. اگه روی این گزینه کلیک بکنم، از ویدیوهای قبلی میتونم یه ویدیو رو انتخاب کنم که تو کادر آخر بهتون نمایش داده بشه. حالا اینترنت من یکم ضعیفه، ببینید برفرض من میخوام همین رو انتخاب کنم. اوکی، این از این مورد. خب کادر پایینی چیه؟ کادر پایینی به صورت پیشفرض واسه من فرست پخش انتخاب شده، یعنی من میتونم یه پلیلیست اد بکنم اینجا. اگه روی این گزینه مداد کلیک بکنین، میتونین یه پلیلیست دیگه انتخاب بکنین. اگه نه نمیخواین پلیلیست انتخاب کنین، میتونین روی گزینه سطل آشکال کلیک بکنید. ببینید اون کادر حذف شد. دوباره روی گزینه عنصر کلیک میکنم، مثلا میام ویدیو، فهرست پخش یا کانال، یکیشو میتونم انتخاب کنم. من حالا میام دوباره ویدیو رو انتخاب میکنم. ببینید یه کادر اضافه کردم که گفتم آقا جدیدترین بارگذاریمو پیشنهاد بده به کاربرا. خیلی خب، پس اینم از نحوه کارت زدن آخر ویدیو. اینا رو ذخیره کردم. حالا یه گزینه کارت داریم. دیدین وسط ویدیوها بعضی موقع این بالا گوشه یا این بالا یه چیزی واسه شما نمایش داده میشه؟ اون همینه. اگه روش کلیک بکنم، میتونم مثلا بیام توی این دقیقه بگم آقا بیا یکی از ویدیوهای منو پیشنهاد بده یا یه فهرست پخش پیشنهاد بده. اینم میتونین از این بخش اضافه کنین که حالا دیگه اینا رو خودتون میتونین تمرین کنین. و در نهایت گزینه بعدی رو میزنم. اینجا اگه مشکل کپی رایتی چیزی داشته باشم بهم میگه که ندارم، روی گزینه بعدی کلیک میکنم. خیلی خوب، و در نهایت میرسیم به انتشار ویدیو. ببینید اینجا سه تا حالت انتشار ما داریم به صورت خصوصی. فقط من و کسایی که انتخاب میکنم میتونن ویدیو منو ببینن، پس این حالت خصوصیه. گزینه فهرست نشده، فقط کسایی که لینک ویدیو رو داشته باشن میتونن ویدیو رو ببینن. و در نهایت گزینه عمومی که واسه انتشاره، که اگه اینو انتخاب کنین همه میتونن ویدیو شما رو ببینن. خیلی خب، پس این از انتشار همون لحظه است. اینجام که میبینین تیتر و لینکتون رو نوشته. حالا شاید شما ویدیوتون رو ساختین، مثلا میخواین ساعت 9 یکیش منتشر بشه، یکیش فردا ساعت 9 شب، یکیش پس فردا ساعت 9 شب. چیکار میتونیم بکنین؟ میتونیم بیاین روی گزینه زمان بندی کلیک بکنید. ببینید از این بخش میتونین تاریخ رو انتخاب کنین، مثلا امروز میشه تاریخ دوم. همیشه روز بعد رو به صورت پیشفرض انتخاب میکنه، یعنی اگه سوم رو انتخاب کرده بدونین امروز دومه. پس من میخوام ساعت 9 امشب ویدیو منتشر بشه، دوم رو انتخاب میکنم. تو این بخش هم میتونین ساعتتون رو انتخاب بکنین. اگه روش کلیک بکنین، میاد یه لیستی واسه شما میاره. مثلا من میام انتخاب میکنم آقا ویدیوم ساعت 9:30 منتشر بشه. خیلی خب، این از اولین ویدیوم. روی گزینه زمان بندی میزنم و ویدیوم زمان بندی میشه. حالا اگه بخوام فردا اون ساعت منتشر بشه، میام میزنم سوم، میام میزنم چهارم. شما هر چند تا ویدیو داشته باشین میتونین زمان بندیش کنین. و در نهایت روی گزینه زمان بندی کلیک میکنم، آقا ویدیوم زمان بندی میشه. اگه نخواستم همون اول روی گزینه انتشار کلیک میکنم و ویدیو منتشر میشه. حالا بر فرض مثال شما ویدیوتون رو زمان بندی کردین، پشیمون شدین یا خواستین تغییراتی توش بدین، چیکار میکنین؟ ببینید اگه بیاین وارد بخش محتوا بشین، اینجا ویدیوتون رو قرار داده دیگه، روی این گزینه مداد کلیک میکنین و دوباره وارد تنظیمات این ویدیو میشین. میتونین تیترش رو عوض کنین، میتونین زمان انتشارش و اینا رو عوض کنین. بر فرض مثال من میام میزنم این ویدیو همین الان منتشر بشه، پشیمون شدم، روی گزینه عمومی کلیک میکنم، ببینید ویدیو منتشر شد. به همین راحتی روی گزینه ذخیره کلیک میکنم،
ویدیو منتشر شد. الان دیگه همه میتونن این ویدیو رو ببینن. خیلی خب دوستان، این از توضیحات کامل امروز واسه آپلود ویدیو بود. دیگه چیز دیگه ای نمونده که بخوام واسهتون توضیح بدم. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. در ضمن ویدیوهای قبلی رو به شما فراموش نکنید، مخصوصا این پلی لیست آموزش و تکنیک های یوتیوب و پلی لیست کسب درآمد از یوتیوب که میتونین از این دوتا پلی لیست استفاده کنین و از یوتیوب درآمد خیلی بالایی داشته باشین. دیگه صحبتی باقی نمیمونه، فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.